دیدار جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید از اسرائیل و تمرکز گفتگوها بر مسائل ایران هشدار دو صاحب نظر به ترامپ که به دام یاوه های حکومت ایران نیفتد و یک مطالعه تازه منتشر شده درباره تهدیدهای اسرائیل به حمله نظامی به ایران که سرانجام باراک اوباما را به وضع های سنگین علیه ایران وادار کرد عنوان مقالات روزنامه‌های انگلیسی زبان امروز است روزنامه آی 24 نیوز چاپ اسرائیل در مقاله با عنوان بولتون میگوید پوتین به من گفت منافع روسیه و ایران در سوریه یکی نیست به دیدار امروز جان بولتون مشاور امنیتی کاخ سفید با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و گفتگو با رسانه ها پرداخته و می نویسد بولتون در نخستین روز سفرش به اسرائیل در مقام مشاور امنیت ملی کاخ سفید در اورشلیم در روز یکشنبه اعلام کرد برنامه تسلیحات هسته ایران و برنامه موشکی بالستیک این کشور در صدر گفتگوها قرار دارد روزنامه این سخن نتانیاهو خطاب به جان بولتون را نقل میکند که گفته است مهمترین بخش گفتگوها چگونگی ادامه بازپس راندن تجاوزهای ایران در منطقه و اطمینان یافتن کامل از این مطلب بود که ایران هرگز به تسلیحات هسته دست نخواهد یافت جان در پاسخ نخست وزیر اسرائیل گفته است هدف روسیه آنطور که پوتین گفته است همان هدف آمریکا و اسرائیل است یعنی بیرون راندن ایران نیروهای ایرانی ستیز جویان ایرانی و دست نشاندگان ایران از عملیات تهاجمی در منطقه آنها در عراق و سوریه حضور دارند و به سراحت بگویم که باید به حمایت ایران از حزب الله لبنان پایان داده شود ترامپ چگونه میتواند به دام یا و سرایی های ایران نیفتد عنوان مقاله نیویورک پست است به قلم مارک دوبویتس و ریتکیه. نویسندگان با اشاره به پیشنهاد اخیر پرزیدنت ترامپ در مورد گفتگوی بی و شرط با حسن روحانی میگویند به نظر میرسد آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با رد پیشنهاد گفته است جنگی در کار نخواهد بود با آمریکا مذاکره هم نخواهیم کرد و این سخن به گفته نویسندگان مقاله شگرد کار آقای خامنه است که در این حال راه را برای مذاکره باز میگذارد و میگوید جمهوری اسلامی زمانی با آمریکا مذاکره خواهد کرد که آنقدر قدرت داشته باشد که در برابر فشارها و باج گرفتنها مقاومت کند امروز چون روزی نیست تهدید اسرائیل علیه ایران نتانیاهو و باراک چگونه با دامن زدن به تهدید جنگ آمریکا را زیر فشار قرار دادند این عنوان مقاله روزنامه هارتس چاپ اسرائیل است در مقاله میخوانیم که بنا به یک مطالعه تازه منتشر شده معلوم نیست دولت اسرائیل درباره تهدید از جانب ایران راست میگفته یا بلوف میزده اما هرچه بوده دولت اوباما را ناچار به وضع تحریم‌های علیه ایران کرده بود مقاله به تحقیق اشاره می‌کند که هفته پیش در یک نشریه تگزاس به چاپ رسید و در آن به مصاحبه های دکتر دانیل سابلمند استاد کنونی دانشگاه ابری اورشلیم و خبرنگار پیشین پرداخته شده است سابلمند با چهره های مشهور سیاست از جمله ایهود باراک نخست وزیر پیشین اسرائیل و لیون پنتا رئیس پیشین CIA آمریکا و نیز رئیس وقت موساد گفتگو داشته و به تلاش های سالهای 2011 و 2012 دولت اسرائیل پرداخته که با تاکید بر تهدید جدی اسرائیل از ناحیه ایران در نظر داشته یک تنه و حتی بدون مشارکت آمریکا به ایران حمله نظامی کند. آن تاکیدهای های اسرائیلی کارساز شد و باراک اوباما با وضع تحریم های سنگین علیه ایران سرانجام تهران را وادار به مذاکره درباره برنامه هسته ای کرد. سابلمن میپرسد آیا واقعا اسرائیل در صدد حمله به ایران بود یا تنها میخواست آمریکا را وادار به اقدامی علیه ایران کند نویسنده پاسخ روشنی به این پرسش نمیدهد اما از لحن نوشتههایش چنین برمیآید که تهدید به جنگ یک یکتنه جدی بوده است